برای خرید یا اجاره ملک توی ترکیه بهتره تو مجتمع های مسکونی خونه بگیریم یا توی آپارتمان ها خوبی ها و بدی ها مزایا و معایب هر کدومشون چیا هستن توی این ویدیو میخوایم با همدیگه دیگه به اینها بپردازیم من سمو هستم اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین این کارو انجام بدین و اگه زنگوله رو به صدا در بیارید از ویدیوهای جدیدمون با خبر میشید اگر این ویدیو رو لایک کنید که خیلی ما رو خوشحال میکنید بدم بشینید و تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید اول از همه بگم که دو تا نکته خیلی مهم تو انتهای این ویدیو میخوام بهتون بگم که حتما تا آخر ویدیو رو تماشا کنین چون دو نکته در مورد خرید ملک توی ترکیه هستش و نکته بعدی در مورد کلمه سیت هست کلمه سیته در واقع همون کلمه سایت تو انگلیسیه که مدل تلفظش برای ترکا به صورت سیته یعنی همونطور که ترکا همونطور که مینویسن تلفظ میکنن پس سایت رو سیته تلفظ میکنن این اصطلاح سیته به مجتمع های مسکونی میگن که از چند تا آپارتمان بزرگ یا برج که به صورت یک مجتمع مسکونی دور هم جمع شدن حالا یه فضای باز و اینایی هم دورش داره گفته میشه چون که این اصطلاح بین ترکا و حتی ایرانی هایی که اینجا زندگی میکنن خیلی به کار میره و خیلی مصطلحه من از اینجا به بعد ویدیو کلمه سیته رو به کار میبرم پس هر وقت گفتم سیته بدونید که منظور همون مجتمع های مسکونی هستند اول از همه میخوایم در مورد ویژگی های خوب سیته ها صحبت کنیم اولین موردی که آدم رو خیلی ترغیب میکنه به زندگی توی سیته ها امکانات رفاهیشونه خب تقریبا میشه گفت همه سیته ها استخر و زمین بازی کودکان و سالن ورزشی و زمین ورزشی حتی بعضی از سیته ها که شامل زمین والیبال و بسکتبال و اینا هستش رو دارن بعضی از سیته هایی که خب سطح بالاتری دارن دو تا استخر دارن یه استخر سرباز یه دونه سرپوشیده و حتی اتاق بازی نوجوانان و جوانان که شامل دستگاه های پلیستیشن و میز پینگ پونگ و از اینجور بازی هایی که خب مناسب اون گروه سنیه هستش و حتی کتابخونه سینما حالا سینما که میگم نه سینمای خیلی بزرگ ولی خب در واقع تیوی روم هم بهش گفته میشه خب اینا امکانات رفاهیشون هستن و در 90 درصد مواقع این امکانات برای ساکنین همون سیته کاملا رایگانه و در بعضی موارد تو بعضی سیته ها باید اشتراک سالیانه تهیه بکنید دومین ویژگی خوب زندگی توی سیته نگهبانی و مدیریت ساختمون و اون هیئت مدیره که حالا در اصطلاح میگنه که خب فکر آدم رو از بابت مشکلات ساختمون و رسیدگی به ساختمون و نظافت و امنیت از نظر دزدی و از این جور حرفا خیال آدم رو راحت میکنه ولی در کنار این خوبی ها, سیته ها یه سری ویژگی های نچندان خوب نچندان بد نه بد ویژگی سری ویژگی های بد هم دارن نچندان خوب ویژگی های نچندان بد چی میگن؟ <applause> چی میگن به این واقع؟ خب اولین و مهمترینش به نظر من شارژ بالای سیته هاست شارژ ماهیانه سیته ها نسبت به آپارتمان های معمولی خوب خیلی بالاتره و حدودا از ماهی 300 400 لیر شروع میشه به بالا و حتی توی بعضی سیته ها به 3 4 هزار لیر در ماه هم میرسه مورد دیگه ای که وجود داره اینه که به دلیل قیمت بالای زمین های توی مرکز شهر اکثر سیتا خب سیتا هم یه وسط خیلی زیادی رو اشغال میکنه سیتاها ها توی هاشیه شهر ساخته میشن خب اینجوری هم قیمت تموم شده ملک اه, کمتر در میاد و هم خیلی راحت تر میتونن به فروش برسوننش اما این به این معنی نیستش که ما سیته مرکز شهر نداریم داریم خوبش هم داریم اما این سیته ها به دلیل قیمت بالاشون باعث میشن که یه سری مشتری های خاص فقط بتونن طرفشون برن اه, یعنی در اینجوری بگم که با گرفتن با خرید یک واحد کوچیک حتی یک خوابه گاهن قیمتش از 250 هزار دلار هم بالاتر میره و راحت با یه واحد یک خوابه کوچیک توی سیته این مرکز شهر میتونید چهروندی هم بگیرید مورد بعدی دور بودن سیته های هاشیه شهر از مرکز شهره زندگی تو این سیته ها در صورتی که ماشین نداشته باشین یه مقدار رفت آمد یا خریدهای روزانه یا مایحتاج برای خونه رو مشکل میکنه البته یادمون باشه که تقریبا همه جای ازمیر دسترسی راحت به اتوبوس و دلموش داره دلموش همون مینی بوسه تقریبا ون مثلا ما میگیم مینی های کوچیک داره اما خب مترو و ایزبان و واپور یا همون کشتی اکثرا به مراکز شهر به سیتهای مراکز شهر دسترسی راحت تری دارن حالا وقتشه که در مورد آپارتمان های معمولی صحبت کنیم آپارتمان ها دقیقا نقطه مقابل سیته ها هستن حد اکثر امکانات رفاهی که آپارتمان دارند، در اکثر موارد یه پارکینگه و در بعضی موارد یه استخر خیلی کوچولو اونم فقط در حد اینکه سازنده بگه ملک استخر داره و بتونه ملکش رو گرونتر و راحتتر بفروشه اینم بگم که حدودا 90 درصد از آپارتمان های مرکز شهر ازمیر پارکینگ ندارن و از کنار خیابون هاشیه خیابون و کوچه ها برای پارک ماشین ها استفاده میکنن خیلی هم چیز عادیه اینجا به جای یه دونه واحد توی یه دونه سیتی که توی هاشیه شهر شما میتونید یه دونه آپارتمان معمولی توی مرکز شهر بگیرید که خب دسترسی به مراکز خرید و حمل و نقل عمومی و اینا براتون راحت تر باشه مورد بعدی شارژ آپارتمان هاست خب آپارتمان ها شارژشون به مراتب کمتر از سیته هاست و حدودا از ماهی سی چهل لیر شروع میشه به بالا ولی خب دیگه من به ندرت دیدم کسی که برای آپارتمان بیشتر از 150 لیر پرداخت بکنه دیگه حد و 150 لیره اونم خب بستگی به تعداد طبقات تعداد واحدها و امکانات آپارتمان داره مورد بعدی که وجود داره اینه که آپارتمان ها اکثرا سرایدار ندارن ولی آپارتمان های نوساز میشه گفت تقریبا تمامشون دوربین مداربسته رو دارن یکی دیگه از مشکلات آپارتمان ها اینه که خب توی آپارتمان ممکنه کشمکش ها و مشکلات بین همسایه ها پیش بیاد همسایه خوب یا بد حالا تجربه کنید مشکلات مدیریتی ساختمون و غیره اینجور چیزا امکان داره که توی آپارتمان ها خیلی بیشتر از سیته ها پیش بیاد حالا بیم یه نتیجه گیری کلی بکنیم به نظر شخصی من وقتی که حرف اجاره پیش میاد اجاره یه آپارتمان توی سیته البته منظورم هاشیه شهره سیته هاشیه ی شهر به دلیل خب دور بودن از مرکز شهر و بالا بودن شارژشون خیلی به صرفه به نظر نمیاد مخصوصا اگر ماشین شخصی ندارید اگر در مورد اجاره دارید فکر میکنید بهتره که یه آپارتمان توی مرکز شهر توی محله یه مقدار دسترسیش به مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی بهتر باشه تهیه بکنید البته در مورد خرید این مسئله یه مقدار متفاوت تره سازنده های خوبه معتبر ترکیه و ازمیر از زمانی که توی سیته ها شروع به کار میکنن و سیته ها رو شروع به ساخت میکنن واحد ها رو پیش فروش میکنن خب با توجه به اینکه شما میتونید واحد رو پیش خرید کنید با قیمت خیلی پایین تر و بعضا به صورت اقساطی خب براتون خیلی به صرفه تر خرید توی سیته ها حالا حتی شده حاشیه شهر باشه البته باید یکی دو سال صبر کنید تا خونهتون آماده بشه و بتونید توش ساکن بشید در مورد پیش خرید کردن توی سیته ها باید به چند تا نکته خیلی دقت کنید نکته اول اینکه همه سازنده ها برای پیش خرید کردن قابل اعتماد نیستن یعنی اون یکی دو ساله ممکنه بعضا تا چهار پنج سال طول بکشه برای اینکه خب پروژه رو تموم نمیکنن نیمه کار رها میکنن به مشکل مالی برمیخورن و و و, و. نکته دومی که خیلی هم مهمتره اینه که زمان پیش خرید کردن حتما در مورد محل دقیق سیته تحقیق کنید. خیلی از سیتا ها هستن که خیلی تو محل های دورافتاده خارج شهر ساخته میشن و سازنده زمان ساخت میدونه که موقع فروش حتما به مشکل برخواهد خورد برای همین زمان فروش به املاکی هایی که بتونن واحدی رو از اون سیت بفروشن پورسانت خیلی بالایی پرداخت میکنه حالا یه سری از هموطنای عزیزمون که توی هیته املاک دارن فعالیت میکنن میان با عالی تشریح کردن موقعیت یک سیت و پروژه از عدم اطلاع هموطنامون نسبت به شهر ازمیر به موقعیت شهر ازمیر سو استفاده میکنن و میگن که به طور مثال فلان سیته موقعیت عالی دسترسی 15 دقیقه به ایستگاه مترو داره اولا اون دسترسی 15 دقیقه که شماها شنیدین سواره و با ماشینه و حالا به فرض 15 دقیقه شما میرید به ایستگاه ایزبان هم میرسید عزیزان من بعد از اون یک ساعت و نیم تا مرکز شهر شما فاصله دارید خواهش میکنم به این که میگن فاصله تا ایستگاه مترو فلانقش توجه نکنید ایستگاه ایزبان ببخشید خط ایزبان شهر ازمیر از شمالی ترین نقطه استان ازمیر که علیا نامیده میشه تا جنوبی ترین نقطه استان ازمیر که همون کوشاداسی هست کشیده شده پس اینکه صرفا یه سیته به ایزبان حالا پنج دقیقه ده دقیقه سواره یا پیاده فاصله داره توجه نکنید این مزیت به حساب نمیاد و اما پیشنهاد شخصی من به شما اینه که اگر قصد خرید ملک توی ترکیه رو دارید اول اینجا ساکن بشید تمام مناطق رو خوب بشناسید محله ها رو خودتون شخصا سر بزنید تک تک ببینید کدوم باب میلتونه کدوم به سلیقتون به خواستتون نزدیک تره سازنده های خوب و معتبر رو بشناسید و بعد زمانی که اقدامتون یعنی قصدتون برای خرید ملک قطعی شد توسط املاک مطمئن که خیلی مهمه و یا ترجیحاً از شخص خود سازنده از دفاتر فروش یا پیش فروش سیته ها و سازنده ها اقدام به خرید بکنید خیلی ممنونم که تا اینجا ای ویدیو رو تماشا کردین و امیدوارم که تونسته باشم کامل این مسائل رو پوشش بدم اگر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید خیلی خوشحال میشم که جوابتون رو بدم فعلا